سلام علیکم دوستای خوبم و دوستان هنرمندم. امروز میخوام بهتون پرسپکتیو 3 نقطه‌ای رو آموزش بدم. همینجور که از اسم پرسپکتیو 3 نقطه‌ای مشخص هست، از 3 نقطه تشکیل شده. پرسپکتیو 3 نقطه‌ای کاربردش اکثرا برای زمانی است که بخوام یک برج بکشیم، مثلا یک برج. یکی از کاربرداش این هست: شما مثلا یک پایین یک برج 10 الی 20 طبقه وایسادید و میخواید اون رو طراحی کنید. در اینجا پرسپکتیو 3 نقطه‌ای به کار میاد. خب بعد از این شما باید نقاطش رو مشخص کنید. حالا نقاطش رو ما بر اساس اون قسمتی که داریم به برج نگاه میکنیم میزنیم. یه زمان نقطه 3 پایین هست، یه زمان بالا. برای شروع اول میایم خط مستقیم میکشیم. از خطکش هم استفاده کنید، هیچ اشکالی نداره، کارتون دقیق تر میشه. یه خط افقی من میزنم. طولش هر چقدر طولش بیشتر باشه بهتر هست، دستتون بازتر هست برای اینکه مانور بیشتری بدید روی کار. 2 نقطه روی خط افق میزنم مثل قبل. مهمم نیست کجای خط قرار گرفته باشن، با ضربه در مشخصشون میکنم. اینها نقطه های ناپدید شونده هستند یا وی پوینت. یه نقطه 3 هم مشخص میکنم بالا این دفعه. این برای زمانی هست که شما از پایین دارید به جسمتون نگاه میکنید. خب اینجا دیگه خطای عمودیمون وصل میشن به وی پی بالا. یه خط گریز از وی پی راست میکشیم و یکی هم از سمت چپ. اصلا مهم نیست که کجا قرار بگیرن، زاویهشون چقدر باشه. از نقطه برخورد به سمت وی پی بالا وصل میکنیم. تمام خطوط عمودی به وی پی بالا وصل میشن. حالا میخوایم به کارمون حجم بدیم. میام روی خطهای گریز پایین یه سری نقطه ها رو مشخص میکنیم که عرض و حالا طولش رو مشخص کنیم و به وی پی بالا وصل میکنیم. می‌بینید شبیه یک منشور یا هرم شد. اون نقاط پشتیش رو هم وصل می‌کنه، البته با خطچین. این بر رو هم به همین شکل. خط‌هایی که می‌کشید حتماً کم رنگ باشن. خب حالا از این ما میخوام یه ساختمون طراحی کنیم. اینجا رو یه نقطه میگیریم. نقطه هایی که روی این خط عمودی قرار میگیره به 2 نقطه ناپدید شونده سمت چپ و راست وصل میشن. یکیش این بر هم همینطور کم رنگ بکشید که بتونید بعداً راحت پاکش کنید.
حالا همین خط، خط عمودی وسط، علامت گذاری میکنم. میخوام یه ساختمون بکشم که همینجور بالاتر میره کوچکتر میشه. این نقطه هم به نقطه های ناپدید شونده چپ و راست وصل میکنم. یکی دیگه، خط کش که استفاده کنید کارتون تمیزتر هم میشه. یکی هم اینجا، یکی هم این بالا هست. اینا رو که وصل کردیم، میریم برای مرحله بعد که به صورت پله‌ای کوچکتر بشه. حالا بهتون میگم چطور. ببینید میخوایم این رو مثل پله پله حجمش کمتر بشه تا به اون بالا برسه. خب یه خورده این قسمت رو من داخل تر میگیرم و این پله اول رو پررنگ تر میکنم. کاری به پله های قبلی ندارم دیگه. ببینید به چه شکل شد. حالا من اینجا رو یه خورده پررنگ تر کنم، کامل خودش رو نشون میده که این قسمت رفته داخل تر. میبینید؟ به این صورت. این بر هم به همین شکل، فقط همون خط وسطی رو من میدم دیگه، خطهای دیگر رو نمیکشم. همینجور که بالاتر میرم، مثلا نقطه بعدی رو که خواستم بزنم میام داخل تر. حالا اگه دوست داشتید شما میتونید اندازه گیری کنید، با اندازه بیاید. اگر هم دوست نداشتید همین جوری میتونید بکشید. من اندازه نگرفتم. قسمت بعدی هم به همین شکلی خوردیم، میام داخل تر، خط همین قسمت رو با رنگ میزنم. این برنامه هم همینطور. بعدی، ببخشید گوشیم زنگ خورد. خب نقطه های بعدی رو هم میزنیم همیشه که قبلا بهتون گفتم، فقط همون قسمت رو پررنگ میکنیم که دیگه بعدا نخواهیم دوباره کاری کنیم و پاک کنیم. این بالاها دیگه کوچکتر میشه، قسمت آخرش هست. این رو اینجاش هم مشخص میکنم و خب خطای دیگه هم پررنگ میکنم. خطای این قسمت و این دوتا بالاها. کلن پرسپکتیو یه درس خیلی شیرین هست. حالا این شما مثلا اگر بالاتر هم بگیرید کارتون باحالتر میشه، قشنگتر میشه. حالا حتما نمیخواد همین رو بکشید. شما میتونید مثلا فکر کنید پایین برج ایفل وایسادید و میخواید اون رو بکشید، خیلی راحت. اگر استوانه هم بود پایینش بزرگتر هست و بالاش کوچکتر. بر زمانی است که از پایین دارید به جسمتون نگاه میکنید. زمانی که از بالا به جسم نگاه کنید، نقطه همون وی پی بالا میاد پایین خط قرار میگیره. در اینجا قسمت بالایی جسممون بزرگتر هست، قسمت پایینی کوچکتر هست. مثلا شما سوار یه هلیکوپتر شده باشید و بالای یک ساختمون دارید به اون نگاه میکنید، پایین ساختمون کوچکتر هست و بالاش بزرگتر. حالا اینجا من یه نمونه براتون میکشم،
یه نمونه ساده، خیلی نمیخواد روی این، چون این یه درس جدا است، اینو براتون بعدا میگم. میبینید به چه شکل؟ حالا اینو خیلی نمیخواد روشته، این وقت میخوام یه چیزی باشه که منظورم رو بفهمید در همین حد. VP هم مخفف وانیشینگ پوینت هست، یا وانیشینگ فکر کنم معنیش میشه ناپدید شدن، محو شدن. به زبان فارسی خودمون بهش میگن نقطه ناپدید شونده. این قسمت رو من پاک میکنم، خیلی نمیخواد بهش توجه کنیم، توی درس جداگونه براتون فیلم میگیرم. خب این خطوط رو هم من پررنگتر کنم که کار کاملا خودش رو مشخص کنه. اینجا رو هم میزنم این خطا، میبینید که به چه شکل شد. حالا خطای اضافی اطرافش هم میخورده پاک کنیم قشنگتر میشه. کامل پاک نمی کنم تا متوجه بشید به چه صورت هست. خط یادم رفته بود، این هم تیرش میکنم، خط عمودی هم همینطور. یه سایه نرم همین قسمت بیزنم. شما بر اساس همین پرسپکتیو ها میتونید مکعب، منشور، دیگه براتون بگم استوانه بکشید، خیلی خیلی راحت. حالا چهره هم بر اساس همین پرسپکتیو ها میان میکشن. انشالله من خودم یه چند تا کار انجام میدم که دستم قوی بشه و میان براتون آموزشش رو میذارم. اینجا رو هم خورده تیرتر کردم که مشخص تر بشه این کاره به چه صورت هست. خب امیدوارم که از این مطلبی که براتون گذاشتم حالا توی کانال یوتیوب یا اینستاگرام بهره کافی رو برده باشید. حتما پیج و کانال بنده رو دنبال کنید. خیلی خیلی خوشحال میشم که کامنت هم بذارید.